سلام هموطنان عزیز صبحتان بخیر ارزوی سه سلامتی بر همه شما خوبان ارزو میکنیم امید از زندگی بر وقت مراد شما باشه برنامه صبح زندگی تا دو ساعت در خدمت شما خوبان قرار داریم بخش جام است و مهمان خیلی گرامی هم در بخش جام با ما هست قادری یکی از ورشکارهای موفق و یکی از ورشکارهای نامدار رشته مبارزات آزاد که قرار در ششمین دور سازمان کفسی در نیمه مرکزی با عریف ایرانی خود مبارزه داشته باشه ای که امروز هم وزنکشی هست و اینا دعوت ما را پذیرفتن در رابطه با بازی یا مسابقات میخوایم بیشتر صحبت های داشته باشیم که عریف ایرانی به افغانستان میایه یا خیر آیا این مسابقه نیمه مرکزی شکلا قادری که مدت انتظار کشیده و زحمت کشیده مسابقه مسابقهشان انجام میشه یا خیر ما را همراه باشین در بخش جام شکر قادری سلام صبح بخیر خوش آمدید و صبح زندگی بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب دارم احمدی شب خدمت شما و تمام بیننده های عزیز که ما ما را تماشا میکنن سر بلند باشین بخیر و سلامت باشین صبح چگونه آغاز کردین قادری عزیز خوب هم خوب هم خوب نه ها <applause> <applause> به این است که فکر میکنم زندگی شما گری خورده با ورزش همیشه تلاش کردین که سب، سب. نماد اخلاق و نماد از ورزش در افغانستان باشین یا هم بیرون از مرزهای افغانستان باشین ششمین دور مسابقات کفسی است و قرار است که شما در نیمه مرکزی با عریف ایرانی سامران محمد دخت مسابقه داشته باشین این مسابقه صورت میگیره آیا عریف ایرانی امکانات فراهم شده به افغانستان بیا یا خیر؟ باید وختونه کې د افغانانستان یو ورشګاره کې ځامت میکشه بشتر از دوه مو قرنټيني غذایی او تمرینی میشه ځامت خوده میکشه هر اقريزي میکنه ازيب خالياش کمو غشنه به غای بشپيز پیدا ميشه یا نه ميشه ريجيم میگیره بعد ازو متاسف هونادم برزو توزا د افغانانستان یو مو دو مو ځامتش هیڅ ميشوه د دقایق 90 کې یو روز به وزن کشیش ميمنه خبر ميشه ک عفيف شاهر نشد و ریاست ترتیب بدني اق عزیز نداد که مسابقات از او برگزار شد و, و فایتر خارج نبا دلیل هست دلیل شب طرز عمل جدیدی بر شای رزمی افغانستان فقط همی که یعنی ورزگاه خارج نمیتونن در افغانستان حضور داشته باشند یا شرکت بکنن یا مسابقه داشته باشند تمام سازمان ها باید میگن که تمام سازمان ها طرز عمل جدید را ایجاد کردن که مثلا یعنی طرز عمل یک برگی یک تخیل تخیل یک, یک بار بله ما حدود ما خودم و یک هستم بارها رفتیم پیش ای در یک در دیگر در که ما زحمت کشیدیم خودشون در حلق گشنه و تشنه رفتیم ببینیم ما در رژیم هستم وزن کم کردیم گپ زدن نمیتونم رفتیم گفتن خیر این هفته 20 روز مکتوب ما مونده که مکتوب از برای برادر وزارت خارجه که ایمیل شوه که فاجکار ویزه بگیره امروز صبح امروز صبح ما دیگه از برای جناب وسیق صاحب دیدم فقط ما مشکل ویزه ما را مای میکاره افغانستان افتخار که میاریم فقط اگه پروفشنال هستیم همش بنام افغانستان و افتخارش به تربت بدنی است. گفت مشکل خود حل میشه بیا دفتر اما ما که دفتر میرم ما یک ورشگاه در رژیم هستم به نام می افغانستان مبارزه میکنم پشت دفتر به ما وقت نمیده خودش وعده میکنه اما پشت دفتر من را تا نمیبینه ما سال‌ها به می ورزش زومد کشیدم قهرمانی قدم از نن هلون تا تیم ما مسابقه کردیم در ورشای رزمي سبګو سپور در عزت تیم ملی را داشتیم بعد ازو که ما پروفشنال بازی میکردم همیشه پرچم افغانستانو بلند کردیم در میدان ملی و بین المللی از سال 2014 ما به ای سو ما همیشه فخر اوردیم کسب کردیم به مردم افغانستان به میدان بین المللی اما تاسفونه پشت در کی خانه خود ماست میرم صدای مرک اصلا نمیشنه جای تحصف بخاطر این ششمین دور سازمان کفسی و بازی نیمه مرکزی هم کار ساده نیست و عریف و معریف پر قدرت ایران چه آمادگی گرفته بودید؟ چه مدت زمانی بود که آغاز کردی تمرینات تا تحت نظر کدام مربی ها و کدام سبکا پیش رفتی تا بیشتر از دونی ماه ما آمادگی گرفتم بیشتر نو کیلو در این مسابقه وزن کم کردم آمادگی تام داشتم تمرینات هم امرای الهاج عبدالواسی قایمی بابای می افغانستان با هم و همچنان الحاد ولی اوتاگ و خوشبختانه کسی بلای فیضی یک تن از قهرمانان نقبه افغانستان در افغانستان حضور داشت که من 20 روز آخر هم از او تمرینات خود کردم از تجربه از او که هالند بود آمده بود من تمرین میکردم در کل آمادگی خوب داشتم اما قلب ما به این که آمادگی بگی زامت بگشت به شکم خالی در دقیق نوت فاید بسیار درد است احمدی کس درد یک بارش کار که مسابقه کنه آمادگی بگیره عضو تیم ملی بده باشه و در میدان ملی بین المللی اشتراک کنه باشه کسایی که فعلا بعد بختانه از در چوکات تربیت بدنی امید درد دل یک ورشکار درد نداره زمانی که خلای ایجاد میشه که قرار است امروز وزن هم باشه وری فیرانی خودت هم نامد و بازی آه. و همگی میدانند که مسابقه نیمه مرکزی هم شکلای قادری هست مایوسی ما خودت دارتی خودت یک طرف باز آینده چی خواهد شد؟ چی کار خواهد کردی؟ اگر هیڅ رقم پیښ raft کو نمو امادگی بگیری مسابقاتونو ما شما چندین بار د سازمانای پزرګ دنیا به ما دعوتنامه اماده ویزه نه گرفتیم ما, ما ستوري کار خوب دریم میتونید بهتترین سازمانای دنیا نمائندگی خوب از مردم افغانستان کو نمو به با ما بازم مشکلات ویزه ما بهد ترتیب بدنی به ما همکاري نه کرد اگر رقم پیج بره مجبور است ما کشور تر کوم تمام جمانه تر کړم ما میو گفتیم میمونیم میسو ما میبینیم کنه مش یا کشور تر کو نم یا مجبور است تر کو ورزش کو بچوس ترک ورزش یا ترک وطن راه وجود نداره ورزشش که ما رقم پیش بریم مجبور هستم ترک ورزش کنم با حریف ایرانی در تماس بودی آیا زمانی که اونا به افغانستان هم نبیان خب طبعا یک پیامد نادرست ناگوار خواهد داشت که شاید بگه که افغانستان یا حریف افغانی از ما ترس خورده که نتونست مرا دعوت بکنه یا زمین مساید نساخت که ما به افغانستان بیایم در کل ورشکار خوبی بود سارمن محمد و بیشترین مسابقات هم انجام داده و در پروفیشنل هم خوب دارد در زن. ما امروز تماس خوب داشتیم اونا چندین بار در زمین نزدیک که در سفارت افغانستان در تهران او بیشتر ده دوازده ساعت وای اگرش کار در رژیم به دوازده کم کرده ده دوازده ساعت از جمعی آیا باز بر شمیل نمیشه باز میره دو سه بار اومده آخر بار آخر گفت ما نمیتونیم بیایم دم شب قطعا شاکن اونم داده کی یک روز پیش ما دیروز خبر شدیم شاید مسئولین سازمان چی چیکار کردند؟ اونا هم مجا دار تشرینم <تشكولي> <تفقيت> از احمد ولی وتق استاذ آریان و نهضت رای نگزاد که کوشش های خود فراوان کردند در این مسابقه که باشد تربت بدنی یک ایمیل ای ای با ما کنه در وزارت خارجه که ورشکار ویزا بگیرد در این مسابقات کنه این نفش که اگر پیروزی شوه یا یک ورشکار بیرون مرزی میبین ما شما از بود از این فکر کنیم که مسابقات بیرون مرزی است یک ورشکار من ایجا تجارای مثل کتوازای صاحب که مسابقات هم میگیره تمام مسارف شبه دوش میگیره ورشکار هم جای بوده باشد جای صحتش کل چیز تدوین میکنه فقط تربیت بدنی میگه در قسم بیزه اما هم ام کمکاری کرد ما نمیکنه جای تدوین نکرد این مسابقه چقدر برای ترزش داشت بازی نیمه مرکزی اون بود چشم دور سازمانم بود عریف هم ایرانی بود دست کم هم نگیریم های خارجی طبعا امکانات دارن ذهن فکرشون هم شاید آرام باشه اما در برابر عریف های افغانی خود که قرار میگیره طبعا حس خوبی اونا می داشته که ما به در هل. افغانستان میریم و میکنیم حتما پیروز و برنده برمیگرده خدا شاید از احمدی صاحب دمی مسابقات به ما مسابقات دوستا اکثرت پروفشنال بازی میکنن آگاه و بنیجرم به ما در مسابقات پاکستان در بریف ما در وزن 61 کیلو جوره میشدم ما در این مسابقات کنسل کردم که دو روز بعد مسابقه است در بریف بهترین سازمان دنیا خوب پول اون با یک بارش کار میته و ریکارد ما خوب است به ما پیشنهاد شد من گفتم نه ما مردم افغانستان پیش مردم خود و ببینم و دوستا آمدنا این ببینم ما مبارزه میکنم اما بعد در دقایق آخر که تا گپ رخ میده بسیار اگر بار... علی فیرونی در مقابلت قرار میگرفت چیکار میکردی در کدام راوند شکست میدادیش چی گرفته؟ بازی این بارزاد آزاد بازی لحظه احمدی صاحب اکثرت ما شما دیدیم چار روانه مسابقات مرکزی دور گذشته ما رک فایتر ما برده بود ما کمل چهار رونه برده بود فقط یک رونه شما ده بود دو دقیقه آخر دست ابنشان گیر آمد بازی هاست. اما ما آمادگی هم تا هم گرفت بودم گرفته بودم بسارمن محمد داخت گرانگیم خوب داشت در زم استراکش عالی بود ما همیشه فلماش تعقیب کرده بودم ما میتونیم خوب خوبی کشتیگی هم بود کشتیگی خوب است بله فلماش تماش تعقیب کردیم در ضمن ما ما از تیم ملی پهلوانی هم بودیم در سابق ما دو, دو چند زامت خود کشیده بودم ما اج نمیموندم مشکل تا کامون تکنیکاش گور که ما گفتم برد بیشتر یادواری کردم ما بی با بهترین مربیا تمرینات ما ای بار چی نظر داشت در قسمت بازی نیمه مرکزی با عریف ایرانی تمام منش فقط میگفت انشالله ما, ما یک, یک, یک پیش از پیش بر تبرین اول اصیب الله که از خارج آمده بود من تشکری می ادیش در زمن احمد و تا که سرمز آمد کردید این مسابقات و همچنان واسی قیمی و تمام تیر نرای دیگه واقعاً واقعا ما از های زیاد خدا کشیدم در این مسابقات سازغانی و همچنان استاد جمشید زامت های فکر کن 99 فیشت از زامت هم اکشید یک از احمدی صاحب میگه قبل از مسابقه جلوگیری میکنه از گیری بعد از مسابقه من اما اگر از جان خود نمانده بود زامت های خود خیلی زیاد کشیدم اما اگه که یک باره فایتر نمید تا دیروز احمدی صاحب ما امید از ایر داشت, زیره داشت, زیره داشت که داشت فایتر که رفت ورشویزه نداد بسار درد در پیام و جامعه ورزشی میخوایم داشته باشیم جدا از خودت این ناراحتی را داری مایوس هم شدی و دیده این است که شاید از افغانستان خدافزی بکنی شاید از ورزش خدافزی بکنی یک موضوع خیلی مهم یک موضوع خیلی ناراحت کننده هست زمانی که یک جوان یک قهرمان مبارزه میکنه تمرین میکنه و هر روز عرق میریزه به خاطر آمادگی که ما نتیجه بگیرم متاسفانه زمانی که کمکاری صورت میگیره و یا امکانات فراهم نمیشه و یا توجه صورت نمیگیره طبعا ورزشکار مایوس میشه مثل که شما خودتان امی لحظه ناراحتی که دارین در صورتتان دیدم میشه و یکی که پیام میگذارین که من شاید از ورزش خدافیزی بکنم و یا اگر بتونم از افغانستان یا از کشور خدافیزی بکنم پیامتا میخوایم به جامعه ورزشی افغانستان داشته باشیم به خصوص به فدراسیون ورزش رسمی نه تنها خودت خیلی ورزشکارا در این مسیر هستند که تلاش میکنن بخواین به قهرمانی برسن بخواین دستاورد داشته باشن اما در آخرین لحظات مایوس میشن یا ناراحت میشن یا امکانات برشون فراهم نمیشه من فقط یک پیام دارم به تمام اون رسات تربیت بدنی و ورزشهای ریاضی افغانستان قدر عرق یک ورزشکار بدانید تا باشد مثل من یک کس دلش از ورزش که په سال ورزشش قیم هست مه ورزش می کنم امروز میگم اگر ایرقم پیش بره به ما تا وایو صورت نگیرم خپل خداتار مې کوم اگر نه توانم ملکات تر کوم شاید ورزش اتر کوم اګه یي مشکلات مور رسیدګی نشه ما زميجه از طریق تلویزیون او رونو به تمه وطن او میګم اگر به مشکلات مو امکان را رسیدګی نشه مجبور استم یکه یک اول امروز ما شوم صبح دیګر ورش کار مو اکثره ورش کارای مو شمه خوب میبیني ګرفتن اما ما مو میګي میمونې مې سوي ازي کښوار اسين اما اګي رقم دل مو دو د دعوتو د ورزش یو سفیر سره است استم کول ورش کارو یي رقم اګه پېج بره ما مثلا امروز ما شدم تمام جوان ها دلشان مشکنه و, و, و کشور را تر میکنه یا تر کرشت نمیکنه من خواهش ما است که قدر برش کار خدا و جوانان خود خدا جوان سرمایه برش یک کشور افغانستان هست قدرشان ها بدانید که تا باشه مثل ما مایوس نباشه با امید مفقت های خودت هستیم شکلای قادری سر بلند باشه احمد سر انشالله سبر تلخ هستم و شیرین داره <laughs> حتما جای خود را پیدا میکنین و ان شاء الله به قله های بلند میرسین سر بلند باشید. باشید تشکر از اینکه आवाज ما را در دل ما را احمدی صاحب کم به احمدانان ما نمایان کردین و در ضمن خدا کنه که رهبری و شای رزمی و همچنان ریاست تربیت بدنی درباره گپ های ما نظر سنجی کنه و انشالله شاء دیگه مایوس نشین تشکر است خیر سلامت باشین سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده زندگی هستین بخش جان بود و دردهای دل یکی از قهرمان های مبارزات آزاد که سالها زمت کشیده مبارزه کرده و متاسفانه که در ششمین دوره سازمانیم که که قرار بود مسابقه نیمه مرکزی یک مسابقه سرنوشت در برابر عریف خارجی و عریف ایرانی داشته باشه اما متاسفانه کمکاری که صورت گرفته و این ورزشکار نتونست به مسابقه نیمه مرکزی در برابر عریف ایرانی قرار بگیرم در حال حاضر وقفه داریم دوباره برمیگردیم با خیبر الکوزای و مهمانشان همراه باشید